در بررسی تاریخ 2700 ساله یهودیان در ایران، کمتر نام زنان یهود و نقش آنان طی این دوران مطرح شده، در حالی که می دانیم یک زن، یک همسر و یک مادر چه اثر مهمی در نگهداری آداب، سنن و هویت قومی و مذهبی یک ملت می تواند داشته باشد. در سال 1947 که به قصد تأسیس سازمان بانوان یهود ایران و پیدا کردن راه چاره‌ای برای جامعه یهود بودیم، ما 10 نفر زن جوان در یکی از اتاق‌های مدرسه کوروش در خیابان هاتف به دور یک میز کهنه نشسته بودیم و به چگونگی آغاز فعالیت می‌اندیشیدیم. شب نسبتاً سردی بود. برق نبود و ما یه شمع کوچک را روشن کرده روی میز گذاشته بودیم تا نوری به صورت‌های خسته و ناامید ما بتاباند. هر دم وزش باد از شیشه شکسته پنجره شمع را تهدید به خاموشی می‌کرد. من به دوستانم رو کرده گفتم ما برای انجام کار خیری در اینجا جمع شده ایم. اگر این شمع تا آخر مقاومت کرد و در مقابل این باد خاموش نشد، ما موفق می شویم و می دانیم خدا به ما برکت می دهد. Mahala is ghetto. Though not all who live here are Jews. And not all the Jews of Tehran live in Mahala. Only about 7,000. در سال 1947 به پیشنهاد 2 دوشیزه جوان، پروین حکیم و ایران ناوی و به وسیله شمسی حکمت و ملیحه کشفی و یاران اولیه آنان، ایران مرادوف، استر موره، استر هارونوف، شریفه نعیم و ژینا شالوم و با مشاهده شرایط سخت و دشوار زندگی مادران و کودکان و احتیاج شدید آنها به کمک‌های زیستی، فرهنگی و اجتماعی، سازمان بانوان یهود ایران بنیاد نهاده شد. و پس از چندی جمع گسترده ای از بانوان یهود با آنها پیوسته و این نهال کوچک را کم کم تبدیل به درختی استوار کردند. اعضای اولیه سازمان بانوان یهود ایران از سال 1947 تا 1978 عبارت بودند از شمسی حکمت، ملیحه کشفی، ایران مرادوف، استر موره، توران و آفار، محترم قدیشا، عزت منتخب، توبا سومخ، اشرف نعیم، توبا پورات، ملوک زرگریان، منیره نهمادی، نعیما کوهن، بدور منشه، ملیحه طبیبی، پوران نظریان، ربکا زروبابلی، مهین اعتصامی، راشل پیرنظر، پروین بنارش، مهین کامران، فلورا افشانی، ویکتوریا رهبر، ملوک رحیمزاده، عزیزه نهورای، محلقا رستگار، مهین شرافتخواه، عفت سهیم، شریفه نعیم، ایران پورات، آبادان، مارگرت یعقوبزاده، اصفهان، فخری قدوشیم، اصفهان، تامارا گبای، اصفهان، فرخ شفا، همدان، بهیه مهدیان، همدان و زرین فریور، شیراز. همکاری های نیکوکاران جامعه در آن زمان و امریکن جوینت باعث کردید که در مدت کوتاهی شعبات سازمان در همدان، عراق، شیراز، اصفهان و آبادان تشکیل گردد. یکی از مهمترین خدمات سازمان بانوان یهود، تأسیس پرورشگاه‌های شماره 1 و 2 در تهران و متعاقباً در شهرستان‌ها برای نگهداری روزانه از کودکانی بود که مادرانشان مجبور به کار بودند و کسی نبود که در طول روز
از آنها نگهداری کند. خاطرات من از زمان کودکی شروع میشه که بچه 7-8 ساله بودم که ایران خواهرم و مادرم تو باسومخ عضو هیئت مدیره سازمان بانوان شدم. یه خاطرات روشنی که دارم برنامه نهار مدرسه بچه ها بود که مدرسه آلیانس محله کلیمیا موقعی که نهار مدرسه میدادن خانمای سازمان بانوان به نوبت هر روز سرپرستی اتاق نهارخوری و رسیدگی به این بچه ها رو میکردن. یکی دیگه از برنامه های اون زمان شروع ویل بیبی کلینیک بود که برای مادرها و بیبی هایی که احتیاج به مراقبت بهداشتی و سلامتی بچه هاشون بود با امریکن جوینت دیستریبیوشن همکاری میکردن و برنامه ویل بیبی کلینیک رو در محله ادامه دادن که بعدها کاملا تحت نظر کانون خیرخواه شد. خانم های سازمان فقط هیئت مدیره نبودن، بلکه هر روز به نوبت دو تاشون در پرورشگاه ها بودن و سرپرستی میکردن از حیات بازی تا اونچه که در کلاس ها میگذشت در آشپزخانه. و یکی از کارهای جالب این پرورشگاه این بود که بچه ها رو هفته دو دفعه حمام میدادن. بچه ها به نوبت میومدن حمامشون رو در پرورشگاه میگرفتن. یک عصر مادرم بعد از اینکه نهار رو برای سرپرستی به مدرسه اتحاد رفته بود برای ما تعریف کرد که دیده بود یکی از پسرا پولو رو میریزه تو جیبش. اون میگه که پسر جون چرا این کار میکنی؟ میگه برای اینکه مادرم گرسنه است، خونه دارم، این برنج رو میبرم به خونه که به مامانم بدم. این سازمان برای من ارزش فوق‌العاده به خصوصی داره به خاطر اینکه مادرم مرحومه ملوک عاشقیان زرگریان یکی از مؤسسین اصلی این سازمان بود و دیدن فعالیت‌های ایشان و همکارانشان در دورانی که زن ایرانی به خصوص زن یهودی ایرانی موقعیت این رو نداشت که خارج از منزل فعالیت داشته باشه برای ما به قدری تشویق آور و احترام آمیز بود که نطفه عشق به خدمت به اجتماع در قلب من و خواهران و برادرم کاشته شد. من در سال 1953 پس از تمام کردن مدرسه در انگلستان به پیشنهاد ملیحه خانم کشفی و خانم حکمت از مؤسسین سازمان بانوان وارد کار خیریه شد و به پیشنهاد خانم حکمت گروهی تشکیل دادیم به سرپرستی سوزت امینی به نام دوستداران هنر. اعضای این گروه سوزت امینی، بدور ناتان، پروانه یوسفزاده، نعیمه ناتان، شکوفه ویکتوری و من بودیم در اول. از کارهایی که ما انجام میدادیم برنامه های هنری بود از قبیل نمایش، کنسرت، سخنرانی های اجتماعی و مدرسه اتفاق رو مجانی در اختیار ما میذاشتن و کلیه عواید این برنامه ها تحویل سازمان بانوان داده میشد. از دیگر کارهای گروه ما کار در دو پرورشگاه سازمان بانوان بود و همینطور برای آقای دکتر روانشناس که در بیمارستان سپیر کار میکردن ما کمک ایشون هم بودیم. از کارهای دیگه که من شخصا انجام دادم برای سازمان از انگلستان معلمی آورده بودن که معلم تربیت کنن برای پرورشگاه و ترجمه اون کارها با من بود و سرپرستی اون معلم ها رو من داشت. Thank you.
شروع پرورشگاه‌های روزانه که با پرورشگاه‌هایی که شهرداری ایران داشت و لغت پرورشگاه رو به کار می‌بردن در واقع یکی نبود. اینجا پرورشگاه روزانه یا دیکر بود که از ساعت 8:30 صبح تا 5 بعد از ظهر، 4:30 5 بعد از ظهر بچه‌های 3 ساله تا 6 ساله رو برای پرورش رشدی و اجتماعی و بهداشتی و تغذیه در پرورشگاه های سازمان بانوان نگهداری می کردن. این پرورشگاه شاید اول با 25-30 بچه شروع شد و یواش یواش دو تا مرکز ساختمان بزرگ در خیابون سیروس، یکی در خود محله و یکی تو خیابون سیروس بود که هر کدوم بین 400 تا 500 بچه رو روزانه تعلیم و تربیت می دادن و پرورشگاه های تهران هنوز هم در تهران ادامه داره. و هنوز هم پرورشگاه های این سازمان به همت بانوان یهود فعال است و این شمعی که 70 سال پیش روشن شده بود خاموش نشده. یکی دیگه از فعالیت های سازمان بانوان یهود در ایران شرکت این سازمان در کنفرانس های بین المللی، اسم اون International Council of Jewish Women هست و یا شرکت در کنفرانس های ایرانی یا غیر یهودی بود و اینها صدای زنان یهودی ایرانی رو در یک مجمع جهانی به گوش جهانیان میرسوندن، به خصوص در مورد ارث خیلی از این موضوع استفاده کردن و پشتیبانی سازمان های دیگر رو گرفتن. در مورد مبارزه با بیسوادی میدونیم که سمیناری در اسرائیل تشکیل شد که خانم ها ملوک زرگریان و خانم محترم قدیشا شرکت کردند و همچنین در کنفرانس زنان ایران که ریاست اون با والا حضرت اشرف بود، خانم شمسی حکمت عضویت اونجا رو داشتن. مادر من خانم شمسی حکمت علاوه بر مسئولیت بزرگی که در ایران داشت، در کنفرانس های سازمان های بین المللی در امریکا، انگلیس، سوئیس و اسرائیل به عنوان نماینده سازمان بانوان یهود ایران شرکت میکرد. بین سالهای 1947 تا 1978 پرورشگاه های سازمان بانوان یهود بارها مورد بازدید شخصیت های مهم ایرانی و بین المللی قرار گرفته و بازدید کنندگانی چون شهبانو فرح پهلوی، والا حضرت اشرف پهلوی، والا حضرت شمس پهلوی و شخصیت‌های بین المللی مانند الینور روزولت مدیران این پرورشگاه‌ها را مورد تقدیر قرار داده بودند. در حدود 50 و چند سال پیش به دلیل مأموریت شغلی همسرم برای ساختن ایگوی اصفهان عازم اونجا شدیم و ساکن. یک روز مهماندار خانم دیان، دختر موشه دیان بودم که ایشون از من خواستن که من ایشونو ببرم به محله یهودیان اصفهان که جوباره نامیده میشد. قبول کردم و با ایشون عازم جوباره شدیم و از یکی دو کوچه که گذشتیم در یه منزلی باز بود که بالای سردر اون خونه نوشته بود پرورشگاه سازمان بانوان. نمیدونستم پرورشگاه مقصود از پرورشگاه چیه. چون در بود رفتیم با خانمای اونجا، مسئولین اونجا صحبت کردم و گفتن که ما بچه ها رو نگهداری میکنیم، به اونا غذا و حمام میدیم و در عیاد به خانواده های اونا کمک میکنیم. از اون موقع من خیلی خیلی خوشحال شدم از کار این خانمای عزیز که وقتشون رو صرف میکنن برای کارهای خیر. گفتم تا مادامی که من در اصفهان هستم از هیچ کمکی مزایقه نمی کنم. این خانمای نیکوکارم بزرگوالی کردن، منو به عضویت خودشون قبول کردن
و در جلساتشون شرکت میکردم. برنامه من در اصفهان ادامه داشت تا موقعی که من دوباره به تهران برگشتم. یکی دیگر از فعالیت‌های فوق‌العاده مهمی که سازمان بانوان انجام داد، با کمک مادرم ملوک عاشقیان زرگریان تألیف کتاب نیایش زن یهودی بود. در اون موقع خانم‌ها هیچ وسیله‌ای نداشتند که معنی واقعی یهودیت رو بفهمند. ترجمه این کتاب به وسیله سازمان بانوان یکی از مهمترین نکاتی شد که تا به امروز از چهار گوشه دنیا ما تقاضا برای رسیدن سیدور نیایش زن یهودی داریم. یکی از کارهای ما این بود که کتابای بچه ها رو به فارسی ترجمه می کردیم و تایپیست اینو تایپ می زد، بعد ما می بریدیم می چسبوندیم روی انگلیسی کتابای عکسدار. خانم اولین پیترز که متخصص تعلیم تربیت بود کتابای چند تا کتاب به انگلیسی نوشت که ما اون رو ترجمه کردیم و خانم نیکبخت که یک نقاش معروف ایرانی اون زمان بود اونا رو برای ما ایلاستریت کرده بود. یکی از اون کتاب هم این کتابیه که من هنوز کپیش رو دارم. تجربه من از سازمان بانوان اینطور شروع شد که خیلی جوان بودم و به خاطر کار همسرم به اصفهان برای 2 سال رفتیم. خانمای سازمان موقعی که متوجه شدن که من به اصفهان آمدم، مثل یک مادر سعی کردن که منو مواظبم باشن و منو با کارهای خودشون آشنا بکنن و با هم دیگه و گهگاهی منو توی جلساتشون دعوت میکردن و من میدیدم که این سازمان چه کمک‌های مهم و مفیدی برای کامیونیتی یهودیای اصفهان، مخصوصاً تو قسمت محله یهودیا به نام جوباره، اونجا می‌رفتن براشون امکانات راحتی و پزشکی و آموزشی درست می‌کردن، بهترین راهنمایی بود که تونستم همیشه در خاطرم نگهش دارم. یکی از فعالیت‌هایی که این بانوان شیرزن انجام می‌دادند کمک به گریختگان از هولوکاست، بچه‌های تهران بود و این نشون می‌داد که محبتی که اینها داشتند فقط برای هم‌نوعان ایرانی خودشون نبود و این فعالیت‌ها به قدری زیاد شد که اسم سازمان بانوان حتی به کنگره جهانی هم رسید. من یک لهستانی هستم. من 8 ساله بودم. بله بچه بودم. ایران حساب میکنیم واسه لهستانی دوم مملکه. سازمان بانوان یهود ایران در سال 1952 تصمیم گرفتن سازمان دوشیزگان وابسته به خودشون رو راه بندازن. در اون تاریخ از یه ماها دعوت شد و ما سازمان دوشیزگان رو پیریزی کردیم. همون زمان انجمنها و فعالیت‌های بزرگ خارج، آمریکا، اسرائیل کمک میکردن به اینکه سواد آموزی بدن به ایرانیا و مادر من عزت ملوک صافانی منتخب که جز به هیئت مدیره بود بارها در این کنفرانس ها شرکت کرد. سازمان دوشیزگان موقع که شروع به کار و فعالیت کرد تصمیم گرفت که برای دخترای جوان کلاس های آموزشی بذاره و این کلاس هامون خیلی با استقبال خیلی خوبی شروع شد، مخصوصا وقتی کلاس های آدم معاشرت داشتیم، کلاس های خیاطی گذاشتیم، کلاس های تایپ داشتیم. در ضمن ما کلاس های آشپزی خوب داشتیم که شیرینی پزی مخصوصا که شیرینی پزیمون برای
عید پسر خیلی فروش خوب داشت و استقبال خوبی میکرد و ما درآمد خوبی داشتیم. بعد از اینکه ماموریت ما تمام شد و به تهران برگشتم، زنده یادان خانم شمسی حکمت و خانم ملیحه کشفی از من دعوت کردند که بیا و با ما همکاری کن. به هر صورت از اونجا ما با سازمان بانوان آشنا شدیم و برای اولین بار من خودم به محله که اودلاجان نامیده میشد و به پرورشگاه رفتم و بیشتر با اونا آشنا شدم و من ماموریت تریفت شاپ اونجا که یعنی مقصود فروش البسه های دست دومه به عهده من واگذار شد. لباس ها رو با قیمت خیلی نازل مثلا 1 تومن 2 تومن به فروش می رسوندیم که اونا احساس صدقه نکنن، احساس کنن خریداری کردن. خانم های سازمان برای فاندریزینگ علاوه بر شب نشینی ها و برنامه هایی که می زاشتن پا می شدن می رفتن تو بازار، بازاری که همه مرد بودن و این خانم ها حجره به حجره می رفتن و از این آقایون خیریه می گرفتن برای پرورشگاه ها. که یک شب مادرم برای پدرم تعریف میکرد که امروز با خانم قدیشا رفته بودیم بازار که از مردم پول بگیریم برای پرورشگاه و یه آقایی خیلی با همون خوشرفتاری نکرده بود. آقای حاجی حبیب القنایان متوجه میشه و بقیه روز رو با مادرم و خانم قدیشا حجره به حجره تو بازار میره که برای اینا پول جمع کنه و اون روز بیش از همیشه اینا پول جمع کرده بودن برای اینکه حاجی حبیب باهاشون رفته بود. بزرگترین قدمی که سازمان بانوان برداشت دعوت از راب عبودیا یوسف از اسرائیل دعوت کردن که بزرگترین راب اسرائیل هستن. در اون موقع آمدن به تهران و در اون موقع هم آقای یوسف کوهن نماینده مجلس بودن از طرف کلیمیان و این در جلسات متعددی که برگزار شد این احقاق حق زن یهودی به مرحله عمل پیوست و بسیار موفق بود. من به تنهایی هیچ وقت نتونستم کوچکترین کاری بکنم. اگر خدمتی انجام شده، خدمتی بوده که با عده زیادی از خانم‌های دیگه با من همکاری کردن و تونستیم این بار سنگین اجتماع رو تا حدودی به انجام برسونیم. من استر مرادو موره هستم. در سال 1930 در لندن انگلیس به دنیا آمدم. افتخار می‌کنم که آخرین بازمانده اولین برد سازمان بانوان هستم. روحشون شاد اونهایی که واقعا زحمت کشیدن و در جمع ما نیستند.